درود بر شما ایرانی گرامی و آریایی بزرگوار. اسم این رو میذارم کلیپ رو بسیجی آریایی یا بسیجیان آریایی. اینا که میسازم پاتکه ها. این برابر میشنوم این عقب مونده یه چیزی میگن، من این رو میگم که پاتک بمونه، باشد که دیده شود. و کلماتم استفاده میکنم میسوزونه، یعنی به قول اون بنده خدا بریز اونجا که میسوزونه، ما تحتشون رو میسوزونه. من میدونم از چه واژگان استفاده کنم. بسیجی آریایی، بسیجیان آریایی، درود بر اونا. دیدم دیشب این برامشیری عقب مونده واقعا بی سوادن، به خدا 2000 سواد ندارن. سوادشون تمام از کتاب خوندن. چهار تا اینطور نیست که تو 1000 تا کتاب بخونی 4 تا اصطلاح قول و مثل رو یاد بگیری بعد میای مثل توتی و رادیو بازگو کنی. این که سواد نمیشه، سواد اینه که تو قدرت تحلیل داده، راستی ناراستی داده رو داشته باشی، نه اینکه مثل توتی به بلغور کنی خزعبلات و مزخرفات به مردم بگی. اون اسمش دانشمند نیست، اسمش اون توتی بی مغزه. و فهم داشته باشی نسبت به داده و کلام. حالا پاسخ عقب مونده برامشیری رو هم میدم، چون دیدم که واق واق میکرد بسیجی چاهوکش، بسیجی لات، بسیجی اربتکش، حروم زده. حالا جواب میدم با بسیجی آریایی بفهمی بسیجی یعنی چی. چند تا دیگه هم تو کامنت ها دیروز به هم میگفتن تو بسیجی هستی. من افتخار میکنم، فقط اجازه بدن کف پاشون رو تمیز کنم، یعنی ببوسم کف پای تک تک این بسیجی رو ببوسم. حالا بسیجی باشم کجا و افتخار رو، حتی لازم من نوکریشون رو میکنم، یعنی گرد پاشون رو همشون حاضرم با زبونم بلیسم. اینقدر اینا واسه من ارجمند هستن، هم اینا هم سپاه. یه عقب مونده دیگه هست تو ترکیه، اون چقدر عقب مونده. خدا وقت اصلا افسرده میشم، میخوام بخندم، میرم کلیپاشو گوش میدم. یه عقب مونده دیگه که دخترش داده بود به جنگیر، میشناسینشون عقب مونده رو. میگم من لباس سپاهی ها رو میبینم تنم لباس نجس سپاهی ها، برعکس من چراقت با اینا متفاوتم. من اصلا عاشق رنگ لباس سپاه، یعنی سبز لجنی رو میبینم اصلا بیهوش میشم، اینقدر عاشق رنگ لباس سپاهی ها هستم. اینا کجا من کجا؟ واقعا یک از دلایل اصلا یک عاشق سپاه هستم رنگ لباسشونه، اینقدر من لباسشونه دوست دارم، عاشق سپاهی هستم واقعا. بسیج و سپاه تو واژگان مقدس ایران باستانی، اوستایی، و این اصلا خاص اورومزداست که این دو واژگان زنده بشه، سپاه و بسیج. سپاه و بسیج هر دو فرزند زرتشتن، هر دو فرزند کوروش، فرزند راستین کوروش. اینا رو اصلا اورومزدا کشیده بیرون از دل تاریخ ایران، بسیج و سپاه رو، واژگان مقدس اوستایی رو، این فرزندان سلحشور جان برکف ایران رو که سنین پایین خیلیشون شهید میشن، 20 سالگی 18 سالگی. شهدای امنیت دو سه روز اخیر رو تکریم میکنم، خانواده‌هاشون تسلیت میگم. بدونید که شهدای شما بسیار ماندگارن در پیچ تاریخی مهمی که منتهی خواهد شد به امپراتوری مهدوی، نقش بسیار مهمی رو ایفا کردن. ما از اونها آوازه بلند آوازه خواهیم کرد شهدای شما رو در این چند روز، چون نقش بسیار مهمی رو بازی کردن و این شهدا هستن که ایران رو چند هزار سال نگه داشتن و یه ده حساسیت داشتم به نام شهید در سرود ملی ایران. من گفتم سرود ملی ایران به شدت آریایی، به آیین میترا، به سخن زرتوش، به همچاسپند وهومند و به شهدا اشاره کرده و بسیار مهمه. هرچی داریم از شهداست، ایران هرچی داره از شهداست، هرچی داریم ما شما حدس نمیتونه بده. دیشب با یک دوست عزیزی بحث میکردم، گفتم که منم اتفاقا جنبش دانشجویی بودم، برانداز بودم، از بسیج بدم میومد، از آخون بدم میومد، از سپاه بدم میومد، ولی تکریم خون شهدا باعث شد که برگردیم هدایت بشیم. ولی کسی باشه که از همه چیز در ایران بدش بیاد ولی شهدا رو دوست داشته باشه، قطعاً هدایت میشه. یعنی قدرت شهداست، قدرت تکریم خون شهداست. و ما هم روزی بعدیم میومد از این واژگان و واژگان مقدس و آدم دیوونه میشه. و این بسیجی ها کل سرمایه ایران و باستان و ایران عزیز هستند و اینا که ایران رو همیشه در حال وحوش پشت مرز و وحوش فرهنگی ایران رو حفظ میکنن. و اینا متوهم هم هستن، فکر میکنن که تو ایران هر کس مخالف طرفدار حکومته، اینا اولا که به قول اینا فکر میکنن که اقلیتن، در حالی که
نمیفهمند و احمقند که اکثریت در حکومت حامی حکومت هستند. دلیل نمیشه هر کس حامی حکومت باشه، حزب الله باشه، خیلی عرق خور و لاتی و دیگه بزمی هستن ولی طرفدار حکومت هستن، به وقتش میان وسط. یا حتی خیلی اصلا از آخوند بدشون میاد، مثل من، به جز اینکه دو تا از آخوند محدود که من دوست دارم، ولی باز طرفدار حکومتن با اینکه ضد آخوندن. و این احمقی ایناست که لایه‌های و سطوح مختلف پشتیبان حکومت رو تشخیص نمیدن. فکر میکنن طرفدار حکومت همونایی که فقط تو نماز جمعه میرن و یا موقع راهپیمایی ها میان بیرون و از نفهمیشونه، حالیشون نیست. و حکومت عجین شده با نام ایران و اقتدار ایران و پاسداری از ایران. و 200 سال اخیر فراموسن را کاری میکردن که ما از ضد مردم هر منطقه ضد حکومتشون باشن، دائم قیام و شورش و انقلاب، تضعیف حکومت های محلی تا اینا بتونن سیاست های تصمیم گذاریشون رو اعمال نفوذ کنن، با تضعیف حکومت، با تضعیف شاه و تضعیف حاکم. و همون سیستم هنوز ادامه داره و این مورد آخر یکی از موردها بود که با فریب دادن مردم میخواستن تصمیم گیری سیاسی بسیار مهم ایران در مورد بنزین رو وادار به عقب نشینی کنن که هیچ گویی هم نتونستن بخورن، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. این پابرجایی بر روی این تصمیم بسیار مهم بود، یعنی وحشتناک مهم بود. باشه 2-3 ماه آینده تاثیرات عظیمش رو ببینید، ببینید چه کرده رهبر و چه چیز بزرگی رو خونسا کرده. اصلا الان درک نمیتونید بکنید ژرفا و عمق این کار بسیار مهمی که رهبر کرده. بچه بسیج سپاه و نیروی امنیت کردن و درود بر اونا باد. اینا بسیجی آریایی هن. اسمشون واقعا لیاقت، هم سپاه آریایی است هم بسیجی آریایی است. مفتخریم که ما خاک کفشاشون رو چی کنیم، تمیز کنیم، چه برسه بسیجی باشیم. سپاهی اگه باشیم که چه بهتر، افتخار میکنم. شاید یه بسیجی رسانه‌ای باشیم مثلا فرهنگی که بیایم ابراز ارادت کنیم و ازشون دفاع بکنیم. و درود میفرستم برای پایه‌گذاران امپراتوری بزرگ ایرانی و مهدوی که جان برکفن، مدافع ایرانن و آریایی گرامی و اصیل همین بسیج. و سپاس، درود بر اونا، بهترود.